ناهید دانشجوی دانشکده مهندسی در مزار شریف است، اما می گوید که به پرورش گلها دلبستگی بسیاری دارد. او به تازگی کار خرید و فروش گلهای طبیعی را در مزار شریف آغاز کرده است، کاری که در این شهر پیشینه ندارد. ناهید می گوید که از کودکی به این کار دلبستگی داشت. از یک سال بیشتر سازش کوشش کردم، در بخش تجارت هیچ معلومات نداشتم، ترینینگ گرفتم، اشتراک کردم در ترینینگا، از استادای خود نظریه گرفتم. ما یک در بخش تجارت که یک نقشه داریم بزنس مدل کانواس، او را روی او کار کردم تا خودم یک قوی شوم که بفهمم که در کدام و در کدام شرایط چی کار بکنم. اونا را یاد گرفتم، تقریبا یک سال ترینینگ تجاری دیدم، بعدا خواستم شروع کنم. در این گلسرا گلهای گوناگون به نمایش گذاشته شده‌اند. صاحب این گلسرا میگوید که کاکتوس پرفروشترین این گلها است. بیشتر مشتریانش هم جوانان هستند. یک انرژی مثبت است تا بتونن اونها به پای خود استاد شوند و بتونن همین زنجیرهایی که مقابلشان بشکنن و بتونن رشد بکنن. زهرا ابراهیمی برای خرید گل به اینجا آمده است و باور او نگهداری گل در خانه افزون بر زیبایی خانه سبب آرامش روانی انسان ها می شود. می تونیم با گل، با تزیین کردن خانه ما با گلای مقبول، اما روحی خود ما را شاد بسازیم و حتی آدم بتونه از افسردگی فاصله بگیره زمانی که گل داره در اتاق خودش و کلا برای روحی خود انسان تاثیر داره. در این میان شماری از جوانان در مزار شریف مشارکت زنان را در بازار کار با اهمیت می دانند. ما باید کاری بکنیم برای بانوها که اکثریت اینا فکرشون بیشتر مشغول کار شدن و از میتوانیشون از اینا و از فکرشون باید بیشتر استفاده کنیم، چون ما شاهد ازی بودیم که زنان چی کارهایی میتونن بکنن و چی کارهایی کردن. ما در گذشته ها شاهد هم چیزها نبودیم، ولی فعلا خوشبختانه ما متوجه هستیم که بخش اوناست یا بخش خانم ها از نگاه تجارت، از نگاه برنامه های اجتماعی و پیشرفت های اجتماعی خیلی دست بالا دارن. ناهید میگوید که زنان می توانند نقش بنیادی در اقتصاد خانواده و جامعه داشته باشند و او تلاش می‌ورزد که کاروبارش را توسعه دهد.